چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و همچنین شنوندگان عزیز رادیو شهر ما در شهر تورنتو، و با تشکر از جناب فرزاد در اتاق فرمان و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا. خب یک بار دیگه بنده عید سعید نوروز را خدمت شما تبریک عرض میکنم و برای همگی شما سالی پر از موفقیت و شادکامی و برای کشور عزیزمون آزادی و سرافرازی و سربلندی آرزو میکنم و امیدوارم که در هفته ای که گذشت به شما خوش گذشته باشه، گرچه ما در میانه گرفتاری های زیادی هستیم، از جمله گرفتاری های بیماری کرونا و این پندمی که عجیب غریب که تمام دنیا رو در حقیقت با خودش همراه کرده و آسیب‌های زیادی رو به تمام کشورهای جهان زده و اقتصاد جهان رو دچار گرفتاری‌های عظیم کرده، مسائل روحی و روانی آورده، مرگ و نیستی برای خیلی از خانواده‌ها که من به همه اونها تسلیت عرض می‌کنم، بخصوص در کشور عزیز ما ایران که در اثر بیلیاقتی، که البته بیلیاقتی هم واقعا حد مرزی داره، به نظر من خیانت هست وقتی یک موضوعی از حد اشتباه یعنی خارج شد و اشتباهات تکرار شد، یعنی یک روند به خود گرفت، یعنی بوی خیانت میده دیگه، معنی اشتباه نمیده. اشتباه یه دفعه، دو دفعه، پنج دفعه رخ میده، ولی وقتی شما یک ترند وضعیت رو در کشور خودمون ما میبینیم، یک روال رو میبینیم، یک خیانت رو میبینیم، دقیقا نشان میده که زمامداران در حقیقت مافیایی ایران اصلا براشون مرگ و زندگی هموطنان ما اهمیت نداره. حتی یک روال عادی که در یک کارخانه، یک مغازه، یک شرکت میتونه ادامه داشته باشه، اینها برای مملکت ندارن که اداره کنن. و در حقیقت میشه گفت بالاترینشون حتی در حد اداره یک بقالی یا یک شرکت نمیدونم خدماتی، نه لیاقتش رو دارن، نه سوادش رو دارن، نه خودش رو دارن. چون هرچی که ما میریم جلو متوجه میشیم که این وضعیت حتی به دلیل نابخردی و بیلیاقتی نیست، بلکه به دلیل سرسپردگی به این مسئله هست که باید خیانت کرد، یعنی به دلیل دشمنی با مردم ایران، دشمنی با ملت ایران، دشمنی به فرهنگ ایران و دشمنی به گذشته ایران است. چون هر عقل سالمی هم میگه این همه به اصطلاح جنایت، این همه ندانم کاری، این همه اهانت، کشتار، سرکوب برای کسانی که حتی حاضر نیستن به یک خبرنگار پاسخگو باشن. شما در هیچ جای دنیا همچین چیزی رو نمیبینید. شما نمیبینید که رهبر یک کشور 42 سال است که جلو خبرنگار ظاهر نشده است.
و هیچ خبرنگاری جرأت نکرده است که حتی به وسیله نامه از یک کسی که اختیارات خودش را اندازه نماینده خدا در روی زمین می داند یک سوال کرده باشد. اگر کسی هم سوال کرد به صورت کتبی، قطعا اون را بازداشت می کنن و بعد زندانی می کنن، تازه اگر آدم مثلا مورد توجهشان باشد، و در غیر این صورت سر به نیست خواهد شد. این حکومتی است که در ایران برقرار هست. 42 سال حکومتی است که یک کنفرانس مطبوعاتی هیچ کدامشان نداشتن. حتی رؤسای جمهور به قول آقای خاتمی در حقیقت تدارکات چیشان هم افراد دستچین شده را انتخاب می کنند و افراد دستچین شده باید خبرهای دستچین شده با آنچه که اینها می گویند بنویسند و بخوانند و گفتگو کنند. در غیر این صورت آنجا روند که مسیح علی نژاد رفت. مسیح علی نژاد خبرنگاری بود که در مجلس جمهوری به اصطلاح اسلامی کار میکرد و به سختی اون را بیرون انداختن و بی حرمتی کردن و اون سر از خارج گذاشت، در آورد در سان فرانسیسکو و شروع کرد به فریاد کشیدن آنچه که بهش گفته بودند و آنچه در این سالها بر او رفته بود. حالا من نمیخوام راجع به کل مسئله ایران صحبت بکنم که همه میدانند، ولی میخواهم راجع به دو مطلب، یکی مسئله آزاده نامداری صحبت بکنم و یکی مسئله عزم حضورتون که قرارداد ایران با چین کمونیست. چیزی که به طور کلی باید شما بدانید این است که رژیم ایران یک رژیم مافیایی اراذل و اوباشی است که به یک نون و نوایی رسیدن و تازه متوجه شدن که این مملکت چقدر توان دارد و این توان و توانایی را از مردم ایران بربایند و در خدمت خود و نظام خودخوانده بگیرند و تا آنچه که میتوانند مصرف کنند، راندخاری داخل، باجدهی داخل، را انداختن اراذل اوباششان برای حفظ همون چند خیابانی که در بالای شهر زندگی میکنند نگه دارند و در خارج از کشور هم از همین امکانات مملکت استفاده کرده به خارجیان هم باج بدهند، از هر گوشه ایران، از هر بندری از ایران، از هر استانی از ایران می توانند هزینه کنند، واگذار کنند و امکانات بگیرند و بین خودشان تقسیم کنند تا زمانی که مردم شورش کنند و اون چه که بر ملت ایران رفته، اون چه به فرهنگ ایران و اون چه که بر سنت و رفتار ایرانی رفته است را جبران کنند و آنان را به زباله‌دان تاریخ بفرستند. مسلماً طول خواهد کشید. شما نگاه بکنید، یک مسئله ساده، آزاده نامداری. آزاده نامداری دنباله همین عرایض من است. آنها کاری ندارند که زن هست یا مرد، زیبا هست یا نازیبا. البته این رو شعور دارن که بفهمن زیبا کیست، ولی تمام زیبارویان و غیر زیبارویان و سلبریتی ها و تمام امکانات مادی و معنوی و تمام جواهرات و تابلوهای زیبا و تمام فرهنگ ایران را در خدمت نظام مافیایی خود میگیرند. یعنی همین خانم هم زمانی که وارد صدا و سیمای در حقیقت ننگین و شرماور اسلامی قرار گرفت، میدانست که پا به اونجا نهادن یعنی در اختیار این اراذل قرار گرفتن است. فرقی نمیکنه، خانم آزاده نامداری تنها نیست. ما اگر یادمون باشه خانم قائم مقامی که در
هواپیمای جمهوری ننگین اسلامی بود به وسیله آقای فلاحیان کشته شد. آزاده نامداری هم همچنین دیگران یا خودکشی کرد یا خودکشیش کردند. ریحانه جباری چطور؟ و بسیار میترا استاد چطور؟ و بسیاری دیگر. زنان ایران که به اصطلاح خودشان ناموس ایران می دانند، تمام اینها را بدون هیچ وابستگی به اسلام و آیین ایرانی و به هیچ پرنسیپی، اینها جز دزدی، غارتگری و مافیایی عمل کردن و چاپیدن این مملکت است. بنابراین همه زنان و مردانی هم که به اینها به اصطلاح پناه میبرند و در خدمت اینها صدای سیمای ننگینشان را تبلیغ میکنند، عاقبت اگر یک ساعت حتی بخواهند بین منافع شخصیشان، بین نظرات شخصیشان با این گروه تبهکار مافیایی اختلاف داشته باشند، سرشون زده خواهد شد. این یک اصول است، یک پرنسیپ تمام مسائل مافیایی است. بنابراین جای اصلا تعجب نیست. تمام کسانی که در این صدا و سیما پا میذارن یا در ارگانهای اطلاعاتی یا در ارگانهای تبلیغی یا فرض کنیم در بنگاه‌های تبلیغات اسلامیشان قدم میذارن، حالا بگذاریم از اونه که در وزارت اطلاعات به عنوان پرستو یا در کشورهای خارج به عنوان لابیگر یا پرستو استخدام میشون، بدانند که اگر یک ساعت حتی بخواهند فکر خودشان باشند، ماورای این روش مافیای نظام حتما آنها کشته خواهند شد. حتما، حتی اگر نزدیک باشند. شما به عنوان مثال شاید یادتون رفته باشه برنامه خانم برغی، مجتهد زن اسلامی در قم، خانم برادر آقای پور محمدی معاون وزارت اطلاعات، ایشون همراه با اتاق خوابش و خونش آتش زده شد زمانی که خواست اون رمز و رموز از بین بردن احمد خمینی رو فاش کرد، با این که زن برادر معاون وزارت اطلاعات بود و خودش مجتهده بود، یعنی زن مجتهد به اصطلاح این آقایان، آمدند به دلیل اینکه اون رمز و رموز را بین خانم‌های محرم، یعنی محرم نه از نظر جنسیتی، بین خانواده‌های همین نظام، یعنی خانواده خمینی و غیره، مطرح کرده بود، خانه‌اش را با خودش و وسائلش پودر کردند، به طوری که شوهر مثلا برادر شوهر ایشان که مصطفی پور محمدی معاون وزارت اطلاعات بود، فقط به پدر ایشان بود گفت سکوت، فقط باید سکوت کرد و الا تمام بازماندگان دیگر هم منفجر خواهند شد. بنابراین این وضعیتی است که حکومت ایران دارد در مورد خانم‌های مثل آزاده نامداری، که من تعجب میکنم که کسی پاشو تو صدا و سیمای ایران بذاره و بعد متوجه جو حاکم در اونجا نباشه و از همون روز اول بهش نگفته باشن که اینجا جای بازگشتی نیست. این آخر خطه. تا زمانی که شما آنچه که این نظام، آنچه که مردان این نظام، آنچه که سرسپردگان این نظام، آنچه که سیاست این نظام به شما گفته، باید مو به مو از این ساعت اطاعت کنی، فکر بچه و شوهر و اینجور چیزها را هم از سرت بکنی بیرون، وگرنه راه بازگشتی نخواهد بود. بنابراین اگر ما این چیزها رو در نظر بگیریم، باعث تعجبه که در بعضی از تلویزیون ها نکاتی رو مطرح میکنن که مثلا ایشون سلبریتی بود، رفته بود اونجا
اصلا همچون چیزی نیست. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بلندگوی نظام، مدافع نظام، بنگاه تبلیغاتی نظام و اون چی که ناحق هست باید حق جلوه دهند و اون چی که اطلاعی هست باید همان طوری که آنها میخواهد بخوانند و بگویند و بشنوند. در همچی جایی جای بازگشتی وجود نداره. بنابراین این خانم و مثل خانم های دیگه، شما مقایسه بکنید با مسائل دیگه، ریحانه جباری اینجور که مادر ایشون میگه، اینطور که خودش در دادگاه مطرح کرد و حتی اونجایی که دشمنان میگن، آقای مهدی خزعلی گفت که این خانم در بار اول هم نبوده، برای چندین مرتبه. البته من این حرفایی که میزنم از من نیست و من هم تایید نمی کنم آقای دکتر خزعلی رو، ولی این حرفایی است که ایشون در تلویزیون آقای کانال یک گفتند. عرضم حضورتون که در اون تلویزیون آقای خزعلی گفتند که ایشان، یعنی خانم ریحانه جباری، با اون آقای سربندی چند مدت قبل قرار داشته و ملاقات های زیادی بوده و میخواسته به ایشون رو به سفر خارج ببره و هم سال هم. من نمیگم همه این حرفا درسته، مطمئنن اون چه که مادر ایشون میگوین درست است و واقعا دفاع از خود ایشون بوده که در اونجا رفته. ولی من یک نتیجه میخوام بگیرم، چه حرف مادر ریحانه جباری و خود ایشان که متاسفانه قربانی این سیاست جمهوری اسلامی شدن، چه آقای سربندی و چه آقای خزعلی، یک نکته را روشن میکنه که اگر با ما آمدی و هر چه به سرت آمد نمیتونی بری، و اگر برگردی به دادگاه شکایت کنی یا حتی قصد برخورد با من داشته باشی یا بر هر کدام از این افرادی که در سازمانهای اطلاعاتی کار میکنند، اگر به اونجا هم باشی، تو رو یا میکشند یا به دادگاه های ضد انقلاب، ضد انسانی خودشان میدهند و آنان آنچه که بازجوها میگویند و آنچه که اطلاعاتی ها میگویند برای اون قاضی های مترسکی که اونجا نشسته است فرقی نمی کنه، حکم را صادر میکنند. بنابراین حرفایی که من میزنم الان نشان دهنده آنچه که در این 40 سال همه تجربه کردند. حالا میخواد خانم ریحانه جباری باشه، میخواد خانم قائم مقامی مهماندار هواپیما باشه که آقای فلاحیان دستور قتلش داد، میخواد خانم میترا استاد باشه که به عنوان پرستو با آقای نجفی وزیر آموزش پرورش دادند و اون مسائل پیش آمدن کشته شد، و حالا هم اون آقا که هنوز مورد غضب رهبری است که حالا در یک گفتاری ممکن اشتباه کرده، اشتباه نکرد، منظورم اشتباهی بر علیه مقامات کرده و همچنان در زندان هست و نتیجهش این بود، این بی‌آبرویی بود و قتل و در حقیقت از بین رفتن یک بانوی ایرانی. حالا من نمیدونم اون خانم پرستو بوده نبوده، چه کار کردن، که صحبت‌های زیاد در مورد ایشان هست، ولی نتیجه گیری من رو عوض نمی‌کنه. میگه وقتی رفتی با این گروه بدان که آخر خط هست، نمیتونی برگردی. اینجا یک نظام دموکرات سکولار فرض کنید آزاد نیست، شما نمیتونی، اگر رفتی باید تا آخر بری، و حتی برای نسل آینده هم همینطور. اینها این نظام اینجوری هستن. از این نظر است که من اصلا نسبت به خانم آزاده نامداری شک و تردید ندارم که خانمی محترم مثل همه بانوان ایرانی و مورد احترام باید باشه در هر کجایی که کار میکنه، چه صدا و سیما، چه در جای دیگه، چه در رادیو، چه در زندگی شخصی. همه باید آزاد باشن و هر وقت خواستن در یک جایی شرکت کنن و در خارج از کشور هر جوری که خواستن رفتار کنن، اونجا که شؤونات خانوادگی خودشون
روابط خانوادگی خودشون و خودش تشخیص میدن. پس بنابراین من اصلا نمیخوام بگم که خانم نامداری چگونه خانمی بوده است. من فکر میکنم خانمی بوده در هر صورت باید آزاد فکر کنه و آزاد باشه، حتی در رفتن به جمهوری اسلامی هم باید آزاد باشه و اونم رفته، ولی جمهوری اسلامی همچی فکر نمی کنه. اون میگه کسی که آمد حالا با زیباییش، با چادر نماز مشکیش، با اون رفتاری که بله خیلی هم خوب هست، این چادر مثل صد بسیار خوبی است که انسان رو تقویت میکنه، انسانیت رو بالا میبره یا نمیدونم فلان میکنه، یا برای عزت و عفت خانم ها آفریده شده است، این تبلیغات رو هم بهش میگن انجام بده و از این زیبایی و از این حسن کلام و از این زیبایی سخن استفاده میکنن و بعد هم بیرون میاندازن و اگر هم نفس کشید خودش که هیچی، خودش و خاندانش برباد رفته است. این حاصل یک تشکیلات مافیایی است. در هیچ کدام از اینها شما یک چیز غیر این نمیبینید. خانم میترا استادم همینطور، با اینکه برادرش هم پاسدار بود و اون رو کشتن، ولی قیمتی پولی بهش دادن که این پول رو بردار برو و الا همین هم بهت نخواهیم داد و اون رب رضایت داد و اون آقا هم آزاد شد. حالا چند سالی هم به دلیل اینکه یه مقدار رفتاری کرده که مورد توجه مقامات به اصطلاح و اعظم انقلاب نیست، اون چند سالی هم باید تو زندان باشه تا درس عبرتی برای خودش باشه و خانوادش. بنابراین یک تشکیلاتی است که مشخصه در همین کشورهای مثلا جنوب آمریکا، بعضی از جاها میبینیم که در این فیلم‌های سینمایی، حالا اگر فیلم هم باشه یا واقعیت هم داشته باشه یا نداشته باشه، میبینید که اصلا مراجعه به پلیس یعنی مراجعه به همون باندهای تبهکار، مراجعه به دادگاه‌ها یعنی همون مراجعه به همین نظام. اصلا فرقی نمی‌کنه شما کجا مراجعه کنید. بنابراین میبینید که اینها به پلیس مراجعه میکنن یا بعض وقتا از پلیس در حراسن که با پلیس و دادگاه اینجا اگر پاد برسه اصلا خود اونها بره راحت نمی کنن. پس بنابراین این خواسته یک سیستم های مافیایی است. من از این بگذرم، ولی بسیار متاسفم از این اتفاقی که برای بانوان ایرانی میفته، چه آدم هایی که فریب خوردن تو این سیستم وارد میشن، چه اونهایی که به هر دلیل از این سیستم خارج میشن، به دلخواهشون میخوان خارج از کشور باشن، داخل کشور باشن، همه اونها آزادن از نظر ما، حقوق انسانی دارن، حقوق بشر دارن، در همه جا هم باید مورد احترام باشه، ولی باید این سرنوشت خودشون رو هم حدس بزنن و بدانن که با این نظام اگر رفتی، بله همه امکاناتی به شما میدن، خونه برات درست میکنن، اونای سازمانی به شما میدن، حقوق میدن، حقوقهای بالا، اگر اهل رانت و این چیزا هم باشی، یعنی ارزش رو داشته باشی، رانتخاری میتونی بکنی، شرکت های بسیار متعددی رو دارن به اسم شما مینویسن، شما خودت میتونی باز کنی، دلار آزاد میتونی ببری، دلار فروشی میتونی بکنی، نفت میتونی بفروشی، هر کاری که شما ازت بیاد اونها خریدار هستن و میتونی شما در همچین نظامی کار کنی و به اندازه تبعیتت، به اندازه وابستگی، به اندازه اینکه با کدام یک از آقازاده ها و نمیدونم خانمزاده ها و فلان ها وابستگی داری، حتی چه اندازه سرسپردگی داری، تمام امکانات مملکت مال شماست و به شما خواهند داد، ولی راه بازگشتی نیست. این چیزیست که میخواستم امروز عرض کنم که باعث تعجب خیلی از دوستان دیگه نشه، چون همه الان صحبت میکنن در همه جا که بله فرض کنید که این همچین خانمی به این زیبایی، به این طرز لباس پوشیدن خوب، به این فرض کنوه که محجب بودن ایشون رو مثال میزنن یا هر کدام از اینها، اینها همه در همون ظاهری است که این نظام پسندیده که ایشون رو به صلاح و سیما ببره و ازش استفاده کنه و بعد هم به همین سرنوشتی دچار بکنه که برای ایشون و همراهان ایشون و شبیه اینها انجام داده. اما یه مطلب دیگری،
یه مطلب دیگری که میخواستم عرض بکنم این قرارداد 25 ساله هست. ببینید این هم در چارچوب سیاست‌های تعریف شده نظام هست. چیزی که نظام به عنوان سیاست‌های درونی و بیرونی خود مطرح می‌کنه این است که همین مثالی که در مورد خانم نامداری زدم در مورد وزرا و وکلا و پاسدارها و سرسپردگان و شرکتها و تمام کسانی که به جمهوری اسلامی وفاداری نشان بدهند و در تمام جنایات و به اصطلاح کارهای بسیار خارق العاده وحشتناکی که علیه مردم ایران انجام میدن شریک بشوند، تمام امکانات مملکت به اونها داده خواهد شد. شما برای این مسئله میتونید تمام آقازاده ها، تمام دخترانشون، دامادهاشون، از خود آقای روحانی شروع کنید و برادرشون آقای جهانگیری و برادر ایشون و حتی آقای نعمتزاده دخترانشون، دامادهاشون، آقای شمخانی خودشون، نوهشون، نمیدونم، میتونید الا ماشاءالله بشوارید. تمام اینها حتی ورزشکاران سرسپرده در اون قسمت شمیران در اونجا زندگی اوشان و فشان اونجا کجاست؟ اونجا قسمت لواسانات همش تمام هفتا هشت روستای اونجا ویلاهایی است که به قول خود این سرسپردگان در خارج از کشور کمیاب هست. خب میگن شما میتونید بیای، اینم ویلای مجانی، امکانات مجانی، رانت مجانی، شرکت های مجانی و همه اینها در خدمت شماست، ولی باید با سرسپردگان و کسانی که با ما هستند کوچکترین زاویه‌ای نداشته باشید. بنابراین شما میبینید که آقای دکتر ولایتی بچه هاشون در خارج از کشور، در ترکیه، در جادی ساختمانساز هستن، بقیه دیگران هم به هر شکلی، شما حتی پزشکان اونجا، پزشکانی که در دولت هستن، سرسپرده هستن، اجازه بیمارستان، اجازه کلینیک، اجازه ورود و خروج، نمیدونم وارد کردن و صادرات داروهای قلابی و غیر قلابی، سردر آوردن در خیابان ناصر خسرو، همچنان که دختر آقای وزیر صنعت و آقای نعمتزاده که بسیار داروهای احتکار شده تاریخ گذشته رو در اونجا می فروختن، تمام این امکانات برای شماست، برای کسانی هستن که با این رژیم هستن. بنابراین همین سیاست رو برای خارج از کشورم دارند، برای که نگه دارنده این نظام دو گروه هستند: گروه داخل کشور، مردم ایران که چه عرض کنم، یعنی همون سرسپردگان این رژیم، و کشورهای خارجی که میتونن در شورای امنیت، در سیاستهای بین المللی اثرگذار به نفع جمهوری اسلامی باشن. همین امکاناتی رو که همین نظام تعریف کرده برای حفظ خودش، نه منافع ملی، حفظ نظام تعریف کرده، به خارج هم میده. میگه خب شما آقای چین، آقای روسیه یا هر کی، شما میتونید تشریف بیارید، در صورتی که به ما قرارداد چندین ساله بدید، تضمین پشتیبانی از ما بدهید که ما بتونیم با خیال راحت با نیروهای دشمن خارجی، یعنی هر کسی که با ما درگیره، ما با اونها روبرو بشیم، این مملکت هم مال شماست. بنابراین بندر جاسکو، بندر چابهار که هیچ، تمام مملکت رو هم اینها خواهند داد اگر حتی چند خیابان برای خودشون بمونه که همین جنایات رو انجام بدن و همین پولها رو جمع کنن و همین راندخاری ها رو بکنن و همین اختلاف. شما فکر میکنید این کشور چین یک کشوری است که در جیبوتی، در سریلانکا، در اون خط به قول خودشون 3.5 تریلیون دلاری که میخوان سرمایه گذاری کنن، در اون کمربندی که اعلام کردن، خط کمربندی خاورمیانه،
اگر در اونجا اونها رو نگاه بکنید، تمام جاهایی که قرارداد بسته چین و اونها نتونستن از عهده اون چی که در قراردادها نوشته شده بردارن، اون بنادر رو اشغال کرده و تحت قیمت خودش گرفته و تصاحب کرده، مسلم است. بنابراین چین هم میگه من کاری ندارم، ما میخواییم از یک نظام دیکتاتوری استبدادی ضد انسانی حمایت بکنیم، برای ما خرج داره، این کار آسانی نیست. بنابراین نفت رو که حالا اعلام کردن در حدود 32% ارزان خواهد داد، البته من تا 50% هم شنیدم، میگن این ماه مارچ که ما درش هستیم میلیون ها بشکه نفت ایران با نصف قیمت به دولت چین داده. هیچ کدام از این مسائل هم همینطور که میگن لازم نیست که ما اینها رو منتشر کنیم، نه قراردادها مشخصه، نه پولی که به صندوق میاد، نه پولی که از صندوق میره، نه تکس و مالیاتی که داده میشه. در هیچ کجای اینها جمهوری اسلامی، نه خودشان، نه سرسپرده هاشون، نه اون حسابدارایی که اونجا میرن، ممنوع این نوع آمارها رو دادن. یک سری آمار مهندسی شده همیشه به وزارت اقتصاد میدن و اونها هم نمیدونن این واقعیت داره نداره، کما که در زمان آقای احمدی نژاد میگفتن نمیدونم 700-800 میلیارد دلار معلوم نیست کجا رفت، یا هنوز میگن دارایی های آقای زنجانی، بابک زنجانی که چند سال در زندان بوده و آزاد شده دوباره رفته زندان و نمیدونم چقدر نفت فروخته، چند میلیارد برده، هنوز میگن لیست دارایی ایشون مشخص نیست. البته ما میدونیم که مشخص نیست، برای اون کسانی که مشخص کردند و میکنند نمیتونن جایی بگن، هر چقدر میتونن خودشون میتونن بردارن البته و برن. بنابراین این رو میخوام عرض کنم که مردم ایران در این سیاست نباید اشتباه بکنن که جمهوری اسلامی حتما در مورد حفاظت خودش که چند سباهی نکبتبار بمانه و این برنامه ها رو اجرا بده، اختلاس ها ادامه پیدا بکنه، شرکت ها رو بدزدند و ببرند و مال و ناموس مردم رو به حراج بذارن، راست چی میگن استوار هستن. و اینها به چین گفتن، خب چین قبول کرده، و الا این قراردادی که ما میبینیم یک قرارداد بسیار بسیار ننگین هست. شما فقط قسمت دریاییش رو در نظر بگیرید، این تورهایی که در بندر عباس میندازن و ماهیهایی که به صورت دریا با تورهای سنگین میبرن، که همین آقای ظریف الدوله گفته بود که قرارداد بالاخره پولی میدن به شیلات، شیلات هم تکسیب کرد، آخر ما نفهمیدیم بالاخره پول به دولت دادن و یا به شیلات، ولی اون چی که ما فهمیدیم گرسنگی مردم بیچاره بندر عباس، ماهیگیرانی که به قصد گرفتن و صید ماهی میرفتن و بعد با تور خالی برمیگشتن و شب را بدون نان به سر میبردن. اون چه که حاصل این قراردادهای ننگین دریایی با جمهوری چین بود. حالا شما در نظر بگیرید که قرارداد 25 ساله از تمام زیرساخت‌های ایران گرفته، یعنی از بنادر، قسمت‌های حمل و نقل، راه‌ها و جاده‌ها، دانشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی، سیستم‌های اینترنتی و صنعتی، کارخانجات صنعتی، راه‌ها و همچنین حتی میراث فرهنگی و دریاها و بنادر و اون چی که وجود داره، از فرض کنید از چابهار و بندر جاس تا برسه به اون نزدیکای مرز ترکیه، همه در اختیار هست و اینها واگذار کردن و قراردادش هم میگن قرار نیست ما به ایرانیا بدیم. در هیچ جای دنیا شما نمیدونید یک کسی بگه این قرارداد رو قرار قانون نگفتی که ما اینا رو به کسی بدیم، بسیار شرم‌آور هست. ولی خب دیدید که دارن انجام میدن، ولی شما باید بدونید که این در سایه اقتدار کاذب خودشان هست که اجازه بدن مثلا چین تو مراجع بین‌المللی اجازه نده که در شورای امنیت ایران محکوم بشه، اجازه بدن که اینها ماندنشون رو تضمین بکنن، نه به چین،
عرض کردم دولت ایران با هر کسی این کار رو خواهد کرد. من فکر میکنم اگر آمریکا هم زودتر از چین به اینها تضمین ماندن میداد، میگه ما به حقوق بشر کاری نداریم، به تمام جنایت های شما کاری نداریم، شما هر کاری در دنیا میتونید بکنید، میتونید عراق رو کلا در اختیار بگیرید، سوریه هم همچنان، لبنان هم همینطور، حوتی های یمن هم همینطور، و ما چشم رو هم میذاریم. این قرارداد که هیچی، قراردادهای بزرگتری رو با آمریکا میبستن، چون اینها مسئله شون مسئله منافع ملی و کشور ایران نیست. این هر کسی که بتونه اینها رو حفظ کنه و از نظر خارج حفاظت بشن و مشکل براشون پیدا نشه، به هر قیمتی حاضرن، به هر قیمتی. شما اصلا شک نکنید اینها یک رژیمی هستند که نه ایرانی هستند، اینها نه ایرانی هستند، نه اسلامی هستند و نه جمهوری هستند. این جمهوری اسلامی ایران مدت هاست که تو خودشان روز اول هم ایرانش حذف کردن، پس ایرانی نیستن، با مردم ایران هم در تضاد و دشمنی هستن. جمهوری هم نیست، اسلامی هم نیست، چون شما بگید کشور اسلامی که بالاخره خدا باور باید باشن و با کشورهای خودشون، کشورهای اسلامی، بیشتر اتحادیه کشور اسلامی، همه با هم دوست هستن، همه با هم متحدن، اتحادیه درست کردن. و وقت یک کشور دیگه که ادعای رهبری جهان اسلام رو به خودش یدک میکشه، بره با کشورهای کمونیستی مثل نورد کوریا، مثل چین کمونیست، مثل روسیه، به اینها جور بشه. شما اصلا خیلی راحت، زیاد راه دوری نمیخواید برید، با کشوری دوست میشه که این کشور 1,000,000 آویغور مسلمانهای چینی رو در بند گرفته و کارهای روزمره و طاقت فرسا از اینا میکشه. و جمهوری اسلامی حق اظهار نظر، نه اعتراض، حق اظهار نظر هم نداره. و هم میگه من به اصطلاح حداقل اسلامی هستم. یا میره به یک کشور سوریه هست که میدونید کلاب های سوریه یا به اصطلاح مراکز تفریح سوریه در جهان عرب معروفه، از قدیم هم بوده، معروف بوده، هر کسی میخواد بره اونجاها جای خوش بگذره میره سوریه، و قبلا هم میرفتن لبنان و همه اینجا. چطور هست که ایران میره به همچین رژیم هایی سرگرم میشه؟ پس مسئله اسلامی نیست، قوانین هم اسلامی نیست، جمهوری هم نیست، ایرانی هم نیست. بنابراین این یک رژیمی است که نه ایرانی است، نه جمهوری است، نه اسلامی است. اگر این همه اینا رو بردارید، اون چه که میمونه همون مسائلی است که من عرض کردم. تمام سیاست هایی که در داخل و خارج کردن دارن یکسانه. در داخل راندخاری، اختلاسگری، دزدی، باج دادن، آدم کش پرور کردن، تروریست پروری، همه اینها اشکال نداره، انجام خواهند داد و به هر قیمتی. و نگران نباشید که آقای رئیس بانک مرکزی میگه حدود 9 نفر میلیاردها هزاران میلیارد تومان بدهی و اختلاس دارن. اسمشون هم جرئت نمیکنه بگه. تا حالا این چند روزم اسم نگفتن. هیچ وقت هم نمیگن. تازه اگرم بگن سرنوشتش معلوم نیست. بعضی وقتا اینها رو مطرح میکنن، مثل اون معاون قوه قضاییه احتمالا اشتباهی بهش دست داده بوده، یک کاری کرده بوده که میخوان یک گوشمالی بدن. گوشمالی اینا منتها خب سخته، میگن 30 سال بره زندان و بعد اگر خواست حرف بیشتر از این بزن تو همون زندان میکشنش اگه لازم باشه. و میگن تو اون حد حتی به آقای لاریجانی نباید برسه، در اونجا کسی که سالها معاون یه مقامی بوده نباید. آقا فرمودن که آقای لاریجانی ها آدم های پاکی هستن و مواظب رفتارتون باشید، به بسیجی ها گفتن. بنابراین حد و مرز هم تعیین میکنن. خب بنابراین میبینید که همین وضعیتی که در داخل کشور هست در خارج هم هست. در خارج هم خودشون میگن و آقای ترکیه چقدر از ایران سهام میگرفت، چقدر نفت ایران به اونجا میرفت، سوریه چقدر همین امروز روزی چند میلیون بشک نفت میگیره. و الان همین چند روز که در کانال سوئز رابندون بود، در سوریه بنزین چیز شده بود، جیره بندی شده بود، برای که از ایران میرفت قبلش.
بر تمام این کشورهای ایران باج میده، تمام منافع ما رو در عراق خرج کرده، تمام گمرکات عراق در همین چند روز پیش بحث هست اون رو در خدمت گرفته، این همین برنامه که در گمرکات و از این پاسگاه های سیار که آقای احمدی نژاد میگو برادران قاچاقچی دارن، در عراق هم دارن، در عراق هم تمام اون سیاستمداران وابسته به این گروه های نیابتی ایران فاسد هستن و از گمرکات مرز ایران و عراق سود میبرن و هیچ کسی اونجا حق نداره که حتی یک گمرکی از کسی بخواد، در صورت که کارت این هشت و شعبی رو نمیدونم فلان داشت باشید که بعضی ها هم مشخص کردن که شکر دستی کی باشه، نمیدونم فرض کنید خورما دستی کی باشه یا چیزای دیگه دستی کی باشه. این سیستم یک سیستمیست که همین سیستم هم رفته در عراق، فکر نکنی اونها عاشق چشم روی ایران هستن، نه خیر، گفته اونها هم آدم های مثل خودشون رو انتخاب کردن، اسلحه بهشون دادن، گفتن این ما میتونید هم اختلاس بکنید، هم پول ببرید، هم ویلا بسازید، هم خارج از کشور برید، امکانات داشته باشید. در سوریه هم همین کار کردن، در لبنان هم همین کار کردن، در حوتی های چیز هم همین کار کردن. بنابراین با پول و ثروت ملت بیچاره ایران تمام منطقه رو هم آلوده کردن، یک تصمیمات اینجوری هم میگیرن. من نمیدونم، فکر نمی کنم خیلی وقت داشته باشیم. عرضم حضورتون که فقط یک مطلبی رو عرض بکنم راجع به سیاست های سیاسی، یعنی اون چه که سیاست هم هست باز همین دوگانگیه، یعنی این که داخل کشور میگن اگر میخواید که یه آدم جلادی مثل آقای رئیسی سرکار نیاد، به یه آدمی مثل آقای روحانی رای بدید که این آدم خیلی خوبیه و رهبرم بهش مخالفه. اونا خودشون میدونن که مردم ایران از این رهبر خیلی متنفر هستن، یک کسی میارن میگن ایشون با زاویه داره با رهبر، رهبر دلش میخواد آقای رئیسی بیا فلان، و این بساط مسخره رو را میندازن و میرن رأی میارن و این رأی ها عکس گرفته میشه به خارج به عنوان مشروعیت میدن. در خارج هم لابی های اینا چه در کانادا چه در آمریکا حرکت میکنن که بله همین داستان که آقای روحانی تو هست بهتره با این مذاکره کنید و اگر دیگران بیان سخت‌تر هستن و اونا رو هم وادار به امتیاز دهی بکنن. اینجا دقیقا یک سیاسته، هم در اقتصاد یک سیاسته، باجدهی در داخل به اراذل اوباش، در خارج به سیاست‌های بین‌المللی دزدانی مثل چین کمونیست و غیره، در مورد برنامه‌های سیاسیشون هم همینطور، برنامه‌های سیاسیشون هم به همین ترتیب دارن همراهی میکنن. میگن که بله الان آقای بایدن تحت فشار هست از وسیله لابی‌گری‌های مثل نیاک، مثل تو همه جا دارن، در دانشگاه های آمریکا آقای موسویان هست، اون دیگران هستن، پسر اون آقای محمد جعفر محلاتی است، میشناسیم، ما همه رو میشناسیم، در همین کانادا هم میشناسیم. اینها لابیگرای هستن که تحت عنوان پیس که اصلا به شمایل جمهوری اسلامی نمیخوره، دیالاگ، همین که آی سی سی اینجا میگه پیس و دیالاگ، آره میگن که در صورت بهتره که با همین آقایون صلح کنید، چون اینا همین میخوان، اگر شما باهاشون صلح کنید کاری به کارشون نداشته باشه، اینا هم به کارهاشون برسن و همون برنامه‌های خودشون خوبه. اینها هم تحت عنوان لغات دهن پرکنی که سازمان‌های شرافتمند حقوق بشر در خارج از کشور دارن، پیس و دیالوگ و کارهای سیاسی باید کرد و از جنگ پرهیزیم و یا به ارگان‌های ضد جنگ می‌پردازن و میرن اونجا لابیگری می‌کنن، اینها هم راه انداختن با خودشون. اونها هم نمیدونن که اینها دروغ میگن، اهل این حرفا نیستن، ولی خب همراهی بین المللی رو با حقوقای بالا شنیدم، در این آماری که سازمان نیاک اعلام کرده آقای تریتا پارسی در سال 286,000 دلار آمریکا حقوق گرفته، به جز رئیس جمهور آمریکا که سال 400,000 دلار درآمد داره، من حقوق میگیرم اون اگر اینجور که من شنیدم درست باشه، آقای تریتا پارسی حدود 300,000 دلار به اضافه رانتخالی های دیگه، کارهای دیگه در جاهای دیگه میکنه، حتما درآمد داره. شما حالا میپردازید به یک چیزی مثل مثلا این قرارداد چین که البته این یه مفتزهانه ترش هست،
اینا در همه جا از این پول بادآورده مردم بیچاره و فقیره که در سطح‌های زباله دنبال آذوقه می‌گردن، ولی پول‌ها هزینه خواهد شد. آقای تریتا پارسی اگر 1 میلیون دلار هم بخواد ماهیانه بگیره بهش میدن، برای که بلته باید کارهایی داشته باشه. یا تمام اینها بایستی در این کارها باشن، یا بهشون میگن که اختلاس یه بکن، بانک ها رو در اختیارشون میذارن، یا بهشون پول میدن، یا بهشون حقوق چیز میدن. اون آقای ارزم بزرگتون افراسیابی که من ایشون رو میشناسم در زمانی که من در آمریکا بودم، ایشون از همون اول خب مخالف دولت کنونی یا اون موقع زمان شاه فقید دشمن چپ بود، جز گروه های چپ بود و مبارزه میکرد. الان شده جز به اصطلاح مهره های جمهوری اسلامی که همین یه دو هفته پیش دستگیر شده بود در واسه FBI که تمام این مقالاتی که ایشون مینوشت تحت عنوان بی طرف نبوده و ده ها هزار دلار حقوق میگرفته از جمهوری اسلامی که تو نیویورک تایمز و جاهای دیگه مقاله بنویسه. یعنی سیستم درست داره براشون کار میکنه با هزینه ملت ایران. از این پولها در همه جا حاتم بخشی میکنن، بسیارم دست باز هستن در مورد مسائل عرضم حضورتون که مسائل مربوط به عفت عمومی و نمیدونم رعایت و چیز خانواده و خانمها و حتی دینداری و مذهب اصلا سوال نفرمایید. هیچ کدامشون پایبند به این اصول نیستن، بلکه فقط به پایبند حفظ نظام در همین چارچوب، در همین چارچوب مندرآوردی از اسلام و اخلاق. و الا بین این مسائل اخلاقی شما ببینید همشون در این مسائل بوده، بعضی هاشون لو رفته، بعضی هاش نرفته. اون آقای خداداد حدادی بود، چی بود که نماینده مجلس بود، اون خانم بیچاره رفته و بهش تجاوز کرده و خانم رفت خودشو کشت و مجلس ایران و جمهوری اسلامی هیچ نوع کاری به اون آقا نکرد. یا حالا عرض کردم اینایی که مثال زدم، خانم ریحانی و دیگران، اینها به هیچ اصولی پایبند نیستن و این دفعه اولشون نیست و تا آخرم همینطور خواهد بود. باج در داخل، یعنی به خدمت گرفتن افراد سرسپرده در داخل، و باج به قدرت‌های خارجی، کما که اعلام کردن که ما عین این قرارداد هم میتونیم به روسیه هم بذاریم. مسلمه به خود آمریکا هم حاضرن اینا. اینا همه کارهاشون بر این اساس است که سالهای پیش خانم کاندالیزا رئیس میگفت که در ملاقاتهایی که از طریق رئیس جمهور ترکیه کردن، گفتن تضمین امنیتی، اگر به ما تضمین امنیتی آمریکا بده که ما میمانیم و کار خودمون میکنیم و با ما با رژیم کاری نداشته باشید، ما تمام این چیزایی که شما میخواد انرژی هسته‌ای و غیره و غیره رو تعطیل میکنیم و در خدمت هستیم، ولی باید این تضمین امنیتی داده بشه. که اون موقع یادمه که خانم کاندالیزا رئیس گفت که ما 15-16 تا اختلاف داریم با ایران و فقط در حد سلاح‌های هسته‌ای اینا نیست و بایستی به اصطلاح روی همه اونها گفتگو کنیم. عرض کنم حضورتون که نمیدونم چقدر به وقت باقی است. فکر میکنم که چند دقیقه بیشتر نمونده باشه. در این چند مونده خلاصه بکنم که سیاست عرضم حضورتون که سیاست های برخورد با مسائل نظامی یا سیاسی دقیقاً دو طرف است. یعنی در ایران همین برنامه های این رژیم بد و بدتر، حالا نمیدونم این دفعه دیگه کیو میارن بد و بدتر میکنن، این 40 سال کار کرده، در خارج هم کار کرده. اون وقتا را فکر میکردیم در داخل کار میکنیم، نه الان هم هنوز آقای ظریف داره میگه اگر در ظرف این 2-3 ماه به ما کنار آمدید، که نیامدید، که آمدید، اگر نیامدید به یک رژیمی روبرو میشید. یعنی یک نفر رئیس جمهوری میاد که این رئیس جمهور بسیار خشن، بسیار تندرو، اصولگرا و فلانه، و البته نمیدونه که دولت آمریکا میدونه که این رژیم دیگه میگنش میخواد 3 ماه دیگه بیاد، دست پرورده همین رهبره. همه اینا کلاشی است. همون آدمی که میاد اگر 1 ساعت بخواد حرف روی حرف رهبر بزنه برکنارش میکنن، و
حتی روحانی اگر میخواست برطرف مکنارش میکردن، و اگر حتی ظریف که البته گماشته رهبر هست، ولی حتی اگرم نبود همینم برکنار میکردن. اینها شوخی است. این که آقای ظریف و روحانی متاسفانه اینها سیاست هایی است که عرض کردم اعلام میکنن، لابی هاشون را میندازن که بله که اگر این ظرف این دو سه ماهی که آقای روحانی هست شما صلح و صفا بکنی، یه مقداری از تحریم ها را بردارید و یه مقداری با ایران کنار بیاید، خیلی فرصت خوبی است، فرصت سوزی نکنید. ببینید این رو در ایران میگن، در ایران هم همین بساط بود، و خب در دوران اوباما هم همین بساط، در سال 2015 یادتونه که آقای اوباما بعدش اعلام کرد که کاخ سفید میسلید شده، یعنی این که این فریبش دادن، یه نفر زدن برای که همه کارا کرد، پولار هم گذاشت تو صندوق فرستاد، بعدم جلوش واسدن در سوریه و جای دیگه هم چیزای شیمیایی فرستادن، و بعدم در عراق هم گسترش دادن برنامه های تروریستیشون رو، و همین آش و همین کاسه شد. و آقای اوباما گفت ما میسلید شدیم. میسلید یعنی همین لابی هایی که این کارا رو میرن میکنن و این با خورد مردم ایران 42 ساله میدن. اونا میگن خب، و اینا شما میدونید که همین آقای روحانی که با آقای قالیباف میگفت زمین های ترقوه در مشهد چقدر دزدیدی، و با آقای رئیسی میگفت تو چقدر قاتل هستی، چند هزار نفر رو کشتی، خب اجازه داشت که بگه، برای که رهبر گفته و همینا رو بگید، تا بالاخره یکی از شما آقای روحانی به عنوان مثلا پلیس خوب موفق بشه رضایت یه عده‌ای رو بگیره بیان تو صف‌های رأی بدن بهشون. ولی بعدش هم رئیسی شد رئیس قوه قضاییه، هم آقای اون که دزدی ترقبه رو انجام میداد آقای قالیباف شد رئیس قوه یکی دیگه مقننه، هم آقای روحانی شد رئیس قوه مجریه. یعنی هر سه نفری که در تضاد بودن، همدیگر رو به قتل و کشتار و دزدی متهم میکردن، و اونهای دیگه هم میگفتن آقای روحانی از برادر دپورسو یا از جهانگیری میگفتن خودت و برادرت و فلان، دیدید که این مردم سرشون کلا رفت و هر سه اینها، یکیش رئیس قوه قضاییه است، یکیش قوه مقننه، یکیش مجریه است. پس بنابراین بدانید در داخل و خارج همین سیاست یکسان اجرا میشه، دزد خوب و دزد بد، نمیدونم سیاست های خوب و سیاست های بد، و بعدش هم راندخاری در داخل، باجدهی در خارج، اختلاس در داخل، بردن اموال ایران در خارج. این کاری است که سیاستمداران ایرانی انجام میدن، در رأسش هم آقای خامنه ای است. نمیدونم کی در پیشگاه تاریخ اینها بایستی محاکمه بشن. ما به پایان برنامه رسیدیم، از توجه شما سپاسگزارم، و همچنین تشکر میکنم از جناب فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو هدایت کردن و مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا. تا هفته دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آن چه بینی دلت همان خواهد، وان چه خواهد دلت همان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی.